داستان قصر بیستون، داستان زیبا و شنیدنی شرقی، قسمت سوم. در قسمت‌های قبلی دیدیم که پادشاهی می‌خواست برای جاودانه کردن نام و پادشاهیش قصر بسازد. تمام معماران مشهور آن وقت را خواست، هیچ کس نتوانست آن را بسازد. چون هر که قصر را می ساخت، بعد از مدت کوتاهی سقف قصر فرو می ریخت و علت آن معلوم نبود. بالاخره مرد را به نزد پادشاه آوردند که معمار بسیار ورزیده و لایق بود، به نام سنمار. سنمار بعد از اینکه مدت کار کرد، به یک بارگی کار قصر را رها کرد و 7 سال بعد دوباره آمد. آغاز قسمت سوم. یک از روزها در نزدیکی ظهر مردی آمد و پیش محافظین دربار ایستاد و گفت: میخواهم شاه را ببینم. محافظین خندیدند و گفتند: اگر شاه اینقدر وقت میداشت که امثال تو را ببیند، دیگر باید اصلا کار مملکت را نمیکرد. آن مرد گفت: به شاه بگویید استاد سنمار معمار آمده است. محافظین به مجرد شنیدن نام سنمار فوراً او را دستگیر کردند و نزد شاه بردند. شاه به محافظین گفت: این سنمار فریبکار و خائن را از کجا پیدا کردید؟ همینجا فوراً سرش را بزنید. سنمار گفت: لطفاً فقط یک بار قبل از کشتن حرف هایم را بشنوید. محافظین مرا دستگیر نکردند، بلکه من به پای خودم تا اینجا آمدم که آن کار نیمه تمامم را تمام کنم. همان قصر نیمه تمام، همان قصری که سالها در آرزویش بودی. بعد از 7 سال آمده ای که چه کنی؟ او توضیح داد علت ناکامی معماران قبلی در برافراشتن سقف تالار بیستون این بوده است که آنها پس از بالا رفتن دیوارها بلافاصله سقف را می ساختند. زمین اینجا بسیار نرم است و پس از چند ماه زمین به دلیل فشار دیوارها و عوارض طبیعی نشست می کند، و اگر پس از بالا رفتن دیوار بلافاصله سقف ساخته شود، به دلیل نشست زمین سقف نیز فرو می ریزد و قصر جاودانه نخواهد شد. پس لازم بود مدت 7 سال سپری شود تا زمین و دیوارها نهایت افت و نشست خود را داشته باشند، تا هنگام ساخت سقف مشکل پیش نیاید. من دیگر چاره جز فرار کردن نداشتم، چون اگر در همان موقع این موضوع را به شما می گفتم، گمان می کردید که من هم مثل معماران قبلی از توان ساخت این قصر بر نمی آیم و سرانجام در جا مرا هم می کشتید. سخنان سنمار شاه را به فکر فرو برد، اما دو دل بود که مبادا این استاد سنمار به خاطر این که نکشمش این حرف ها را بگوید. بالاخره شاه گفت: چطور بفهمم دروغ نمیگویی و به خاطر خلاص شدن از شکنجه من این حرف ها را نمیزنی؟ سنمار گفت: همه با هم میرویم و میبینیم که آن دیوارهایی که من 7 سال قبل ساخته بودم نشست کرده است یا خیر. اگر نشست نکرده بود، همانجا می توانید مرا بکشید. پادشاه با استاد سنمار و همه اعضای قصر رفتند تا ببینند آیا واقعا حرف هایی که سنمار می زند درست است. هنگامی که نزدیک دیوارهای قصر شدند، با چیزی عجیب روبرو شدند. واقعا در جاهای از زمین که دیوار ساخته شده بود، نسبت به قسمت‌های دیگر زمین فرو رفته بود و
استاد سنمار گفت دیدید؟ نگفتم این زمین بسیار نرم است و بعد از مدتی نشست می کند؟ پادشاه، وزیر و همه کسانی که در آنجا بودند به هوش و ذکاوت او آفرین گفتند. پادشاه گفت می خواهم هرچه زودترین قصر را برایم آماده کنی. من دیگر نمی توانم منتظر بمانم. این گونه ادامه کار با پاداش بزرگتری با استاد سنمار معمار سپرده شد. استاد سنمار همان روز با دو چند از کارگران قبلی به کار شروع کرد. کارگران مثل مور و ملخ شب و روز در کار بودند تا قصر پادشاه هرچه زودتر ساخته شد. سنمار ظرف 1.5 سال این قصر زیبا را تمام کرد. این قصر به حد زیبا بود که همه حیرت کرده بودند. قصر دارای 7 تالار بود. هر تالار به رنگ‌های مختلف ساخته شده بود که در آن وقتش نظیر نداشت. سنمار رفت نزد پادشاه و گفت قصرتان کاملا آماده است. پادشاه نمی توانست باور کند. او سالها به انتظار چنین روزی بود. به خوشی گفت اگر واقعا تمام کارهای قصر تمام باشد و مثل دفعات قبل نشود، چنان مزد به تو خواهم داد که اصلا تصورش را هم نکرده باشی. فوراً دستور داد تا اسبش را آماده کند تا می خواهد برود و قصرش را از نزدیک ببیند. پادشاه با وزیر و دیگر همراهانش وقتی شکوه و بزرگی این قصر را دیدند غرق در حیرت شده بودند. سنمار تمام جاهای قصر را دانه و دانه به پادشاه نشان می داد و در باره هر یک سخن می زد. وقت همه دیدن که 7 تالار بزرگ و این قصر زیبا را سنمار چگونه بدون ستون ساخته است، به ذکاوت و توانایی استاد سنمار بیشتر باورمند می شدند. روزهای نخستی که کار قصر تمام شده بود همه گوش به زنگ بودند که کی سقف این قصر هم فرو خواهد ریخت، حتی خود پادشاه هم. اما با گذشت هر روز می دیدند که سقف قصر همچنان پابرجاست و فرو نمی ریزد. پادشاه دیگر خود را قوی ترین شاه دنیا فکر می کرد، چون چنان قصر ساخته است که نظیرش در هیچ جای وجود ندارد. پادشاه گفت 3 روز بعد این قصر را می خواهم افتتاح کنم. دستور داد که مراسمی با شکوهی با آن آماده کنید. از شاهان و وزیران سرزمین های همسایه نیز دعوت کنید و تمام شهر را آذین ببندید. بعد گفت سنمار نگران نباش، مزد تو را هم می خواهم در همان مراسم بدهم و بعد تو را در قصر با خود داشته باشم. آدم باهوش هستی. سنمار خیلی خوشحال شد که مزد زحماتی که در این مدت کشیده را به دست می آورد، اما نگران بود. میخواست چیز به پادشاه بگوید اما جرأت نتوانست. سپس پادشاه گفت میخواهم 7 روز در این شهر جشن بگیرم. از همین حالا برای 7 روز همه چیز تعطیل. میخواهم سالها انتظار و رنجم را با این افتخار فراموش کنم. بالاخره 3 روز گذشت. تمام آمادگی های لازم گرفته شده بود. پادشاه در قصر جدید خود قدم می زد و هر طرف آن را به دقت می دید. دیگر ساعتی با آمدن مهمانان مانده بود. سنمار چند روزی حرف در دل داشت.
میخواست که بگوید اما نمیتوانید. بالاخره فرصتی پیدا کرد. گفت: پادشاه من، میخواهم چیزی برایتان بگویم. شاه گفت: نگفتم که 7 شبانه روز تعطیل است همه چیز؟ سنمار گفت: سخن من مهم است که باید با شما بگویم و در مورد همین قصر است. پادشاه کنجکاو شد و گفت: اگر اینطور هست بس بس. سنمار گفت: میخواهم تنها با شما حرف بزنم و محافظین نباشن. یکی از محافظین با شنیدن این حرف فوراً دست بر شمشیر برد و گمان برد که استاد سنمار پلان در ذهن دارد. پادشاه به محافظینش گفت: لازم نیست، بروید. سنمار پادشاه را در کنج از قصر برد. آنجا یک اتاق تاریک و مخفی بود که هیچ کس نمی دانست. ابتدا سنمار داخل شد، بعد پادشاه با ترس داخل شد، اما می ترسید مبادا در سر این سنمار پلانشونی باشد. دل نادل داخل اتاق شد. پادشاه گفت: اینجا چی است؟ سنمار گفت: اینجا در زیر یکی از دیوارهای قصر سنگ گذاشتم. اگر او را دور کنید تمام قصر با استگی ظرف 1 ساعت فرو می ریزد، با جز همین اتاق. سپس در خروجی که آنجا گذاشته بود را باز کرد و به شاه نشان داد. پادشاه قهر شد، دست بر شمشیر برد و گفت: این کار را چرا کرده ای؟ سنمار گفت: عصبانی نشوید، لطفاً به حرفهایم گوش کنید. این کار را به خاطر کردم اگر روزی کشورت به دست بیگانگان بیفتد نتواند صاحب این قصر شود و از آن استفاده کند. سپس از همین راه مخفی میتوانی فرار کنی. پادشاه خوشحال شد و باز هم به سنمار آفرین گفت. پادشاه از این هوش سنمار چنان تعجب کرده بود که مات و مبهوت ماند. سپس گفت: با این کارت 3 برابر مقدار اول برایت جواهرات خواهم داد. هر دو از این اتاق پنهانی دوباره بیرون برآمدند. ناگهان چیزی به ذهن پادشاه رسید. پادشاه به عجله گفت: زود از دنبال من بیا. پادشاه و سنمار هر دو به عجله بر سر بام قصر رفت. پادشاه از سنمار پرسید: آیا از این راز کسی دیگری باخبر هست؟ سنمار گفت: نه خیر، فقط من و خدا. در همین حال بود که پادشاه با دستانش سنمار را از بام قصر تیله کرد. سنمار از آن بام بلند قصر به زمین خورد و در جا مرد. پادشاه با خود گفت: هیچ کس جز من نباید این راز جاودانگی و فنای قصر را بداند. این گونه راز را برای همیشه مخفی نگه داشت. پایان داستان.